سلام دوستان، با آموزش کاربردی نرم افزار مایکروسافت اکسل در خدمتتون هستیم. در جلسه قبل پیوت تیبل ها رو با هم کار کرده بودیم و تونستیم از طریق ابزار پیوت تیبل، قسمت اینزرت پیوت تیبل، گزارش های رو استخراج کنیم. خب این گزارش اولی که با پیوت تیبل استخراج کردیم، گزارشی بود که می‌خواستیم اون رو چاپ بکنیم و گفتیم که چطور میتونیم گزارش رو به صورت جدول چاپ بکنیم و به مدیر یا خودمون که بخوایم تجزیه تحلیل بکنیم از اون استفاده بکنیم. بعد اومدیم این پیوت تیبل هایی که اینجا میبینید رو با هم استخراج کردیم و گفتیم از اینها واسه تهیه یک داشبورد استفاده میکنیم. خب داشبورد چیه؟ داشبورد مجموعی از نمودارها هست که داره وضعیت یک فرایند یا وضعیت یک جایی رو، یک چیزی رو به ما نشون میده. خب یک سیستمی رو به ما نشون میده. حالا وارد بحث فرایند و سیستم ها نشیم، ولی مثلا اینطوری در نظر بگیرین، شما توی یک خودرو، یک ماشین اگر نشسته باشین، داشبورد دارین. این همون مفهومو داره میرسونه. شما وقتی که دارین از داشبورد ماشین استفاده میکنین، توی یک نگاه متوجه میشین که چقدر سرعت دارین میرین، دور موتور چقدر هستش، سوخت چقدر دارید و دمای موتور چقدر هستش و همه اینا رو با یک نگاه میتونین متوجه بشین از داشبورد ماشین. به خاطر همین به اون استفاده‌ای که داشبورد ها داره خب پی میبریم. اینجا ما همین قصد رو داریم، دقیقا مثل یک ماشین میخوایم با یک نگاه، حالا درست اگه دفعه اول اونو نگاه کنیم خب یه ذره باید بیشتر تمرکز کنیم که ببینیم هر کدوم چی هستش، اما وقتی که چند بار از این داشبورد ها استفاده میکنیم، اون وقتی با یک نگاه متوجه میشیم که الان وضعیت سیستممون، وضعیت ورود و خروج پرسنلمون، وضعیت موندن اونها توی سازمان، تأخیراتشون به چه شکل هستش و چه روندی و چه شکلی رو داره پیگیری میکنه و اونو با گذشته خودشون مقایسه کنیم و ببینیم که آیا نیاز هست ما اقدامات رو انجام بدیم. به طور مثال میایم میبینیم که تأخیراتمون تو سازمان داره خیلی زیاد میشه. خب اینجا من روند تأخیرات رو دارم، حالا اینجا الان البته کم شد، ولی خب فرض کنید اینجا یه روند سودی رو داره و اگه بیاد بالاتر، دارم میبینم که توی یک 4 ماه متمادی من یک روند سودی از میانگین زمان بودن تو سازمانم رو توسط پرسنلم دارم و این داره به من نشون میده که افراد من تمایل بیشتری برای بودن تو سازمانم دارن. و اگر شما منابع انسانی رو مطالعه کرده باشین، استراتژی منابع انسانی رو مطالعه کرده باشین، این یه شاخص خیلی مهم واسه اونا هستش که افراد بخوان توی سازمان بیشتر بمونن. خب و حالا اقداماتی رو انجام میدن که ببینن چطور شده حالا افراد بخوان تو سازمان بیشتر بمونن و اون موارد رو، اون عامل ها رو تقویت کنن به خاطر اینکه افراد خوشحال تر باشن و بخوان بیشتر تو سازمان بمونن و بیشتر کار بکنن و اینطوری هم واسه سازمان منفعت داشته باشن هم برای خودشون، چون باید متقابل باشه و دو طرفه باشه. خب حالا اینجا من یه مقدار زوم میکنم که بهتر بتونیم ببینیم. پس من از این داشبورد دارم استفاده میکنم به خاطر اینکه بتونم با یک نگاه یا اگر دفعه اول میبینم با یک مطالعه سریع بتونم وضعیت یک سیستم رو تشخیص بدم. خب ما حالا تو این جلسه قصد داریم یک چنین داشبورد رو تهیه کنیم، بتونیم یک چنین نمودارهایی رو تهیه کنیم. این نمودارها رو من از طریق پیوت چارتس ها تهیه کردم. خب پیوت چارتس ها مفهومیش مشابه پیوت تیبل دارن که در جلسه قبل با هم کار کردیم، با این تفاوت که من از طریق این تیبل ها دارم یه نمودار میکشم، یه نمودار ساده، پس تفاوت خاصی نداره، همونطور که دیدین فقط این رو ویژوالایز میکنه. خب یعنی انگار که من میام اینجا، قبلا اینزرت چارت رو دیده بودیم، واسه این یه دونه اینزرت چارت میکنم. خب مثل همون، البته اینجا خودش تشخیص و پیوت چارت واسه من انداختش، از این فیلداش میتونم تشخیص بدم. خب ولی میبینید کار خاصی نداره، خب مفهوم آنچنان سخت نداره، فقط نشأت گرفته از یک پیوت تیبل هستش، یعنی جدولی که من گزارش رو از یک جدول سورس خودم استخراج کردم. خب پس در حقیقت تو این جلسه ما میخوایم بیشتر چارتس ها رو ببینیم که چجوری میتونیم اونا رو کنترل کنیم و نمودارهای زیباتری رو بکشیم و همین که بتونیم یک داشبوردی رو ایجاد بکنیم که مجموعی از نمودارها هست که داره وضعیت سیستم من رو نشون میده.
خب حالا بریم با هم تهیه کنیم. میایم اول یه شیت رو اضافه میکنیم، اسم اون شیت رو میذاریم چارتس، میتونیم بذاریم داشبورد، حالا فرق نداره. خب من داشبوردم رو در اینجا طوری میخوام تهیه کنم که اگر خواستم پرینت بگیرم تو یک آچار جا بشه، درسته؟ واسه این کار میرم به نمای پیج لایوت. اول از همه به این رو برمیگردونم، چون چارتا به صورت مثلا اصولا بزرگ کشیده هستن، همونطور که اینجا میبینین کشیده هستش، تو یک عرض آچار جا نمیشه و تو توی طول آچار جا میشه. به خاطر من میخوام طول آچارم رو داشته باشم، به صورت طولی پرینت بگیرم، پس میام توی پیج لایوت جهتش رو میکنم لندسکیپ، خب، و حاشیه‌هاش هم کم میکنم، میام توی مارجینز نرو میکنم. اگه بیشتر خواستین حاشیه‌ها رو کم کنیم که میدونیم، میریم تو کاستوم مارجینز و اینا رو کمتر میکنیم، درسته؟ اوکی میکنیم. خب یه مورد دیگه نا کنیم، وقتی که چاپ میکنیم اینور کمتر اینور بیشتر، اینم قبلا با هم دیده بودیم که میریم تو کاستوم مارجینز، توی مارجینز هوریزونتالی و ورتیکالی من اینو الاین میکنم، تراز میکنم. اینجا ورتیکالی هم الاین میکنم چون نمودار میخوام بکنم، اگه نوشتاری بود ورتیکالی اصولا الاین نمیکردم. خب اوکی میکنم، الان وسط میافته. حالا میام اینجا این مواردی که توی هدرم هستش رو اضافه میتونم بکنم، که این کار قبلا با هم توی فرما انجام داده بودیم و خودتون اینو واگذار میکنم به خودتون. بعد میام تیتر موضوعی که میخوام درست کنم رو اینجا مینویسم. اینم کار خاصی نداره، مرش کردن رو دیده بودین، اینا رو ساختنم کار خاصی نداره، فقط یه تاریخ هستش که بعدا میگم چجوری اینجا فرمولش رو نوشتم. پس میام اینا رو یه کپی معمولی میکنم، چون چیز خاصی نداره، شما هم میتونین هم سری بسازین هم خودتون اگر خواستین کپی کنین، ولی من پیشنهاد میکنم چون شما دفعه اول هست دارین اینو میسازین، کپی نکنین، خودتون بسازین، یه تمرینه باشه بساتون. این فرمولش رو فقط پاک میکنم که بعدا با هم بنویسیم. خب بعد میام دور اینو یه بوردر مانم میندازم، خب یه بوردر تیک میندازم، البته چیزم میندازم، رنگش هم میکنم سرمه ای، رنگی باشه بهتره. ببینید وقتی که گزارش میدین هر چقدر که زیباتر باشه بهتره. خب شما کار بسیار خوبی رو هم انجام داده باشین، اگر یک گزارش زیبا و جامع تهیه نکرده باشین، تقریبا 40% از کارتون فقط دیده خواهد شد. خب فقط 40% از کارتون دیده خواهد شد و به خاطر همین سعی کنین که زیبایی هرچه بیشتر رو به کارتون بدین تا کاری که انجام دادین جلوه کنه و دیده بشه. به خصوص اگر برای مدیرتون دارین گزارش رو تهیه میکنین، سعی کنین جامع و مفید باشه تا ایشون بتونه به راحتی تجزیه تحلیل بکنه و کاری که به عهده شما واگذار شده رو به نحو احسن انجام داده باشین. خب حالا بیاییم نمودار اولمون استخراج کنیم، میانگین زمان بودن در سازمان. میاییم اول اینجا توی ریپورت تیبل ها میاییم میگیم که این تیبل اول هم که مربوط به میانگین زمان بودن در سازمان هست ایجاد کردم و یه اینزرت پیوت چارت میکنم. خب این داره پیشنهاد خودشو میده که چجور پیوت چارتی رو من پیشنهاد میکنم که باشه. قبل اینکه اینو اینزرت کنم بهتون بگم که من از همینجا هم مستقیم میتونم اینزرت پیوت چارت کنم، همونطور که مشاهده میکنید، و خب بیام اینو توی اگزیستین ورک بوک بیام اینجا بندازم. اما یه مشکلی که داره، جدولش هم باهاش میندازه، ناکنین جدولش هم داره باهاش میره. من دیگه نمیخوام جدول داشته باشم، من فقط میخوام چارت داشته باشم، چون به هر پیوت چارت یک جدولی باید مرتبط شده باشه. بخاطر من اومدم اینجا همه پیوت تیبل هامو کشیدم، استخراج کردم خروج گزارشاتی که میخواستم و حالا میام چارت هامو میکشم. پیوت چارت هامو میزنم، میگم چجور پیوت چارتی میخوام. اینجا مثلا انواع اقسام چارت ها هستش، میبینین، اما اون چارتی که الان من کشیدم که نیستش که. خب میگم چیکار میکنم، حالا یه دونه پیوتی یه چارتی معمولی میندازم و بعد میام درستش میکنم با هم دیگه، میام اینو اولی رو درست بکنم. خب اینو من توی قسط شیت چارت ها میخوام، کات میکنم، کنترل ایکس میکنم و میام اینجا کنترل وی میکنم، پیست میکنم. پس کات کردم و پیست کردم. خب اینجا وقتی که پیوت چارت رو میندازیم، اینایی که میبینین این فیلدهایی هستش که بر اساس اون گزارش توی تیبل من بودش. خب
year بود، month بود، میانگین زمانه بودن و عدد بودش، درسته؟ که اینجا اینا رو میبینیم. خب اینا رو من اصولا نمیخوام ببینم، از طریق month و year من میتونم چیکار بکنم؟ فیلتر بکنم و گزارشمو بر اساس اون ماهی که میخوام بگم. ولی من اینجا گفتم که من چون چارتا و تیبل های زیادی دارم نمیتونم تک تک اینا رو همش بیام زمان تعیین کنم. گفتم من همه اینا رو از طریق یک دونه دارم کنترل میکنم و یک اسلایسر دارم کنترل میکنم و چون این چارت منم وابسته به این اسلایسر هستش، اگر اینو سه کنم اینجا هم ماه سه میشه و این گزارش هم بر اساس ماه سه میشه. خب اینجا هم همینطور، چون این پیوت من مرتبط هست با این، اگر من اینو تغییر بدم این اعداد تغییر میکنه و اگر این اعداد تغییر کنه چون این نمودار متصل به اون هست این نمودار هم تغییر میکنه. خب فقط یه چیزی من یادم اینجا چون روند رو میخواستیم ببینیم، اینو یادم رفت بگم، چون روند رو میخواستیم ببینیم اینو متصل نکردیم به ماه. خب و تا ماه کنونی رو واسه ما روندش رو داره حساب میکنه و قرار میده، درسته؟ من اینو سه کنم تغییری تو این فاصله نمیشه به خاطر که من یک روند کلی تا کنون رو میخوام، تا اکنون رو میخوام. خب و دیگه چون دارم همه ماه‌ها رو که دیتا وارد شده رو نشون میدم دیگه لزومی نداره فیلتر بکنم. خب حالا اینجا من نمیخوام این فیلدهایی که پیوت چارت به من داره نشون میده رو نشون بدم. خب البته شاید اینجا یکی بخواد که این فیلتر با تو ما رو قرار بده که اگه یه شخصی یه روزی خواستش بگه آقا ماه 4 رو به من نشون نده، تا ماه 3 روند رو فقط به من نشون بده، واسه اینکه زوم بشه رو بخوام ببینم، ولی خب در حال حاضر واسه من تعریف نداره، درسته؟ برای اینکه اینا رو نشون ندم، خب من اول میام توی آنالایز این فیلدش رو، فیلد لیستش رو برمیگردونم، بعد میام اینجا خب کلیک راست میکنم روی کدوم از این فیلدها. خب hide all fields bottom on chart رو میزنم، خب و اینا رو دیگه همه رو برمیداره. حالا بیایم اینجا توی این نمودارمون، خب میتونیم یه نمودار معمولی داریم که میخوایم اون رو زیبا کنیم، درست کنیم و انجام بدیم. یه موردی که من تو نمودارهای قبلی ندیده بودم این هستش که من دو تا آیتم دارم تو یک نمودار نشون میدم به علت مقایسه بودنه. من میخوام ببینم که میانگین زمان بودن در سازمانم چقدر بوده و چه تعداد افرادی در اون ماه در سازمان من بودند. خب برای اینکه این دوتا رو همزمان با هم بخوام ببینم باید دوتا خطکش متفاوت داشته باشم. اینجا الان من یه خطکش دارم و اونم زمان هستش و خب این عدد من درست نیست که با زمان تعریف بشه. خب و اینجا حالا میانگین بودن اصلا دیگه نمیتونیم ببینیم به خاطر اینکه اینقدر کوچیک شده. خب برای اینکه این تغییرات رو بدم باید تعریف کنم که یک کدوم از این نمودارهای من پرایمری هستن، یعنی اصلی هستن، و اون یکی سکندری هستن. خب برای اینکه بفهمونیم که کدوم یکی از اینا سکندری یا پرایمری هستن، رو اونی که میخوایم سکندری باشه، ثانویه باشه، کلیک میکنیم، یا حالا چون به صورت پیش‌فرض اینا رو پرایمری یعنی اصلی هر دو تا رو در نظر گرفته. خب میریم توی کلیک راست که کردیم بریم توی فرمت دیتا سریز. خب توی اینجا توی این قسمتی که سریز آپشن هستش اینجا داره بهت نشون میده که پلات سریز آن سری رو ترسیم کن بر اساس پرایمری آکس، بر اساس محور اصلی یا بر اساس محور ثانویه، که من اینجا محور رو ثانویه در نظر میگیرم. خب وقتی که محور این رو ثانویه در نظر گرفتین الان دو تا خطکش بهتون داره نشون میده. بذارین یه مقدار زوم کنم روی نمودارم. دو تا خطکش داره بهتون نشون میده. یکی تعداد هست 390 اینا که واسه پرایمری سکندری من هستش و دومین بر اساس ساعت هستش که میانگین زمان بودن در سازمان من. حالا اگر من بخوام این دو تا رو همینطوری که هست نشون بدم، یکی رو میتونم ببینم یکی رو نمیتونم ببینم، رو هم دیگه افتادن دیگه. خب اولا که من چون روند دارم واسه میانگین زمان بودن در سازمانم، من دوست دارم اینو به صورت خطی نشون بدم. خب دوم این که وقتی که اینجا تعدادم دارم، یه راهش اینه که همین مستطیلی باشه ببینم. خب یه راه قشنگترش اینه که من اینجا استفاده کردم از طریق این نوع نمودار هستش، خب که نمودار سطحیه. حالا بیایم اینا رو تغییر نمودار بدیم. خب اول این یکی میانگین زمان آبیه رو میگیرم، خب میام توی دیزاین چینج چارت تایپ رو میزنم. الان اینجا خودش یه سری پیشنهادات داره که داره به من میده، میبینین عدد البته خطی گرفته، حتی این چیزم در نظر گرفته،
سطحی رو، ولی خب اشتباه فهمیدی که کدوم هستن. من اینجا میتونم بیام توی پایینش، الان دیگه میتونم بیام اینجا انتخاب کنم که کدوم سکندری باشن که حالا عدد رو انتخاب کردم و کدوم پرایمری باشن که میانگین باشن که این یه تیکشو نمیزن. حالا میخوام میانگین به صورت خطی باشه، خطی با بالت، درسته؟ و این یکی عدد به صورت حالا مستطیل رو ببینیم، اینجا سطحی هم با هم ببینیم، ببخشید درصدی نباید بگیرین، خب به صورت معمولی اینطوری باید بگیرین، درسته؟ خب به صورت آریا باشه، سطح باشه. حالا خیلی هم قبلا از مستطیلی هم استفاده میکنن، یعنی این نمودار خیلی بابتره، درسته؟ حالا بذارین این باشه فعلا، متفاوت با اونی که در بردیم. خب من یه ذره اینو میکشم که واضح تر دیده بشه. حالا نها کنین اینجا سال 1394 هستش، 1 2 3 4. خب یه ذره توی خوندن درست است، من از گذشته از این برمیام به این سمت دیگه، من خودم اینطوری هستم. حالا اگر شما هر طور که استانداردتون هستش، اگر اینطوری استانداردتون از این ور از گذشته به آینده میرین، ولی به نظر من از این ور قشنگ تر هستش. خب میخوام اینو تغییر بدم، میام ریورس میکنم، اینو قبلا دیده بودین توی فیلم های قبلی، میام توی عکس آپشن این کاتگوری ریورسش رو برمیدارم و میشه 1 2 3 4 به صورت عادی که میخوام. خب اونو بستم. دوم میام سر این خطکش ها، من اگه این خطکش رو الان دلیت کنم به هم میریزه، یعنی انگار یه خطکش رو برداشتم. خب پس دلیت نکنی، ولی میتونم بیام نشون بدم که آقا اینو نمایش نده به من. خب برای این کار چی کار میکنم؟ میام توی لیبل، میام توی فرمت ها. خب اینجا دیگه باید بگم، من خودم یادم میره هر دفعه واقعا جاش کجا بود. یه چند دقیقه وقت بذارین بیاین ببینیم، مثلا تیکاشو میتونین وردارین، میتونین وردارین. تا اونجایی که من یادمه توی کدام قسمت بود، البته این زمان، آره من توی نمودارم کدوم خطکشش رو نشون دادم، تعداد و خطکشش رو نشون دادم، به خاطر اینکه از سطح استفاده کردم و اینجا لیبل گذاشتنش یه ذره بد میشد، پس من میام زمان رو خطکشش ور میدارم و به جاش از این لیبل ها دارم استفاده میکنم، رو هر نقطه دارم نشون میدم که چند ساعت بوده، دیگه دوتا خطکش نباشه که گیج کننده است. خب پس میام این ساعت رو توی قسمت چیز برمیدارم. خب اینجا نکست و آیس رو نان میکنم، خب وقتی نان کنم خودش برمیداره، درسته؟ خب حالت بعدی، کار بعدی اینه که این لژندام باید باشن، حتما البته باید بگن که کدوم نمودار مربوط به چی هستش، ولی خب اینجا خیلی جا گرفته، من میخوام بندازم این پایین، درسته؟ میام توی قسمت دیزاین، اد چارتس المنت، لژندمو میام این پایینی انتخاب کنم که این پایین باشه. حالت بعدی این که من حتما باید واسه چارتم تایتل داشته باشم که بگم آقا این چی داره به من نشون میده. خب سعی کنیم واسه هر چارت، هر نموداری که میکشین تایتل رو بذاره، که اولین چیزی که طرف میبینه این تایتل است که آقا این چیه، این چه نموداریه. خب بعد نها کنیم الان تو اینجا من میبینم میانگین زمان بودن در سازمانه، این زمان کارکرد بر اساس نوع شغل طرف، البته ماموریت ها توش نیست. خب با اینکه طرف میبینه اینجا نمیبینه البته ماموریت ها توش نیست، پس لازم بود که بهش بگم که آقا این کسی که ماموریت رفته کارکرد تو اینجا نشون داده نشد. خب مجموع ساعت کارکرد واحد ها به جز ماموریت. بعد اومدم اینجا هم واسهش تعریف کردم، بالدش هم میکنم خب که واضح تر باشه، اما اینجا این یکی رو تعریف نکردم، این اشتباهه به نظر خودم که تعریف نکردم، البته بخواد اینکه جا نبود من تعریف نکردم. خب چون از لژندش طرف میفهمه که میانگین زمان تاخیر و تعداد تاخیرات رو دارم نشون میدم. خب از اونجایی که من اینجا تاریخ دارم واسه هیچ کدوم تاریخ نذاشتم، باید بگویم که در این ماه، ولی خب دیگه جا میگه مجموع ساعت کارکرد واحد به جز ماموریت در این ماه توضیح بهتری هستش. شما البته میتونین اسم یک چارت رو هم از طریق نیم ها تغییر بدین که بعداً کنترل بهتری داشته باشین. خب پس فقط من تو این یکی نام تعریف نکردم که اگر شما تعریف کنین بهترم هستش. خب بیایم اینجا توی نمودار خودمون بگیم که میانگین زمان بودن در سازمان رو داریم میگیم و از طریق این نمیدارم، پس من میام اد المنت میکنم، چارت تایتل اباف، اگه اینجا بذارم نا کنین تداخل
نمودار و تایتل هم مشکلی نداره و این کار وقتی که نمودار من مثلا بالا هست تایتل هم میره زیرش یا تایتل میاد روش و خب زیاد جالب نیستش. من اینو اباو میزنم که این بالاش باشه و تداخل نداشته باشه. من میام میگم که میانگین بودن پرسنل در سازمان. خب روندش هم بهتره بنویسم. حالا به نظر خودم الان اینجا روند میانگین زمان بودن پرسنل در سازمان درسته. خب حالا قسمت کار بعدی که میخوام انجام بدم اینی که این انگلیسیه. قبلا بهتون نشون داده بودم که چطور اینو فارسی کنیم. خب راهش اینه که اگه اومدین اینجا وقتی که اینو right to left کردیم و فونتش هم عوض کردیم، مثلا بی‌نازنین کردیم، نشد فارسی، بیاین توی نامبر، توی فرمتش، توی قسمت کاستوم یه چنین کدی رو با سرش بنویسین. اینجا من قبلا نوشته بودم براکت باز دالر خط تیره 301 4 تا 0. خب و 0 رو هم گذاشتم واسه اینکه بگم که یک دونه رقم اعشار بدون ممیزه 0 رو میذارم. خب اینو که گذاشتم اینجا الان فارسی شد. درسته؟ اگر اینها فارسی نبودن چی؟ اون وقت چی کار میکنیم؟ ببینید اینجا من دو سطح دارم، یک سطح ندارم. خب وقتی که دو سطحی هستش باید واسه این نامبرم رو اگه تغییر بدم نمیفهمه که کدوم سطح رو داری تغییر میدید. اون وقت من پیشنهاد میکنم که بیاین توی تیبلاتون این رو فرمتش رو عوض کنید، چون لینک هم به هم دیگه. خب بیاین اینجا فرمت شیپ ببخشید توی کاستوم که هستش بیاین توی مور. خب تو اینجا این رو انتخاب بکنین منفی از سال 1394 باید میخوام کنم. اینجا بیاین دالر رو بزنین، دالر خط تیره 303 4 تا 0 رو. خب و هر فرمتی که بعد داره رو جلوش بذارین. خب اینجا حالا فارسی هست، نیازی نبود این کار رو بکنم. خب حالا مرحله بعدی اینه که من بیام رنگ‌آمیزیمو درست کنم. رنگ‌آمیزی اینا رو قبلا دیده بودیم. وقتی که روندمو کلیک میکنم، نمودارمو کلیک میکنم، میتونم هم تو اینجا فرمتش بیا مثلا لاینشو مثلا اینجا قرمز بذارم، خط تیره بکنم که مثلا نشون داده بشه که حالت رونده. بعد مثلا حتی میتونم دو خطیش بکنم، مور لاینو بزنم اینجا نداش دو خطیو، بیام اینجا دو خطیش کنم که این شاید جالب تر باشه. بعد بیام مارکرش رو تغییر بدم، فلیش رو بکنم مثلا مشکی، سالید مشکی. خب و بوردر اونش هم بکنم سالید، حالا قرمز هستش خوبه. خب و یه ذرم بزرگترش کنم مارکرامو اینجا، ببخشید اشتباهی این. خب توی کجاست مارکر آپشن. خب اینجا بلتینشو، اینجا سایزشو یکم خیلی بزرگتر بکنم. خب که معلوم شد. بعد بیام لیبل واسه همه اینا، واسه مارکرام قرار بدم. بیام تو دیزاین، اد چارتس المنت و لیبل اونو دیتا تیبل لیبلشو قرار بدم که اباو به نظر من بهتره. اینم الان فارسی نیستش، واسه اینکه فارسی کنیم میایم توی نامبر، میایم توی کاستوم، میایم توی این براکت باز دالر خط تیره 301 4 تا 0 براکت بسته و اون فرمتی که میخوایم به صورت ساعت میزنیم و فارسی شد. خب حالا کل فونتمو میام چیکار میکنم؟ بینازنین میکنم، کل نمودارم میگیرم بینازنین میکنم، رنگ همه فونتام هم مشکی میکنم که پررنگتر باشه چون توسیه، یکی رو بیتیتر میکنم خب که بزرگتر باشه بهتر باشه. خب حالا این مستطیلش بود، شما میتونین سطحیشو بکشین. من خودم سطحیشو بیشتر دوست دارم، به نظرم قشنگتر هستش. واسه این کار بیارین توی change chart type و اینی که چیز هستش رو کلاسترت هستش رو بکنیم به صورت سطحی و به این شیوه. خب و اینطوری حالا یه مقدار جالب تره به نظر خودم. من یه مقدارم البته رنگش رو دوست ندارم، تغییر میدم. این رنگ قشنگ تره، این رنگ رو با سرش انتخاب میکنم.
و بعد اینو میکشم. ناگهان الان دیتا های ما واسه 4 بایت، بعدن این زیاد میشه. خب وقتی که بخاطر همین اینو کلش رو میکشم تا اینجا که بعدن ها که دیتا هامون پر شد جا باشه که روندمو قشنگ نشون بدم. خب فقط یه نکته ای که هستش اینجا، اگه من ناکنین زیرش رو توجه کنین سفیده. خب البته این بوردرام هم همه رو اینجا چرنگی کرده بودم، آبی کرده بودم، اینجا هم بیاین حالا خواستین آتلاینش رو آبی کنین. درسته اینم مشکی کنم که پر رنگ تر بشه. خب یه ذرم چیز بهش میدیم، مارکر بهش میدیم، توی کلیک راست میکنم. خب توی این قسمت میام لیبل، نه بخشی میجر تایپ، میجرش رو آتساید میذارم. خب مینرم باسش میذارم، اینم آتساید که قشنگ تر هست. خب حالا چه چیزی مونده؟ آها داشتم اینو میگفتم که پشت این الان سفیده. خب من بیام بالا پشتش سفیده، من میخوام چون برگم سفید هست کلا و بعدا نمودار میذارم، یه مقدار ممکنه نمودار با هم تداخل داشته باشه و اگه بوردر رو با زمینه داشته باشه این تداخلات یه مقدار خطوط ناهماهنگی رو نشون میده. بخاطر همین میام توی فرمت، تو کل نمودارم وقتی گرفتم فیلش رو نو فیل میکنم و این هم این قسمتی که نمودار هم کشیدم البته میتونم نو فیل کنم قسمت رو اگه بگیریم. حالا اینم میام نو فیل میکنم که پشتش معلوم بشه. گریدارم برمیدارم، من نیازی به گرید ندارم. خب بخاطر همین میام توی ویو، تب ویو، تیک گریدار رو برمیدارم. به صورت خودکار گریدها پرینت گرفته نمیشن، شما میتونید بیاین تو پیج لایوت گرید لاین رو پرینتش هم بزنید، ویوشون هم بزنید، ولی ویوشون رو من برداشتم تا هم تو اینجا میتونستی این کار بکنید هم تو ویو خب که دیده نشه. و حالا آفلاینش هم برمیدارم توی نمودارم که خطی نداشته باشه بینشون و وقتی که دارم نمودار دیگر رو اضافه میکنم بهتر بتونم ببینم. درسته؟ خب این نمودار اولمون، یه ذره کوچکترش هم میکنم که نمودار برمیدارم باشه. حالا من به صورت خلاصه و سریع این نمودار دیگر هم میکشم. دومی مجموع ساعت کارکرد واحد ها هستش. خب من این چون نمودار پای هست و نمودار پای رو دفعه قبل ندیده بودیم، میام اینجا به بر اساس insert pivot chart یه نمودار پای رو انتخاب میکنم و حالا اینجا انواع نمودار پای هستش ولی من همین سادش رو انتخاب کردم و اوکی میکنم، کات میکنم، میام توی chart اینجا پیست میکنم و حالا اندازش میکنم و مواردی که با هم صحبت کرده بودیم رو برمیدارم، هاید میکنم، هاید آل میکنم. خب این که باشه لیبل واسش میذارم اد چارت، لیبل داخلش میتونه باشه و بیرونش هم اینطوری بیرونش هم میتونه باشه. خب بعد اینجا واحداش هست، اینجا چجوری در برده بودم، حالا به همین صورت نها کنین. الان اینا رو من ورداشته بودم، لژند نذاشته بودم و به جاش توی لیبل ها، توی فرمت دیتا لیبلز اگه برین توی اینجا گفتم ولیو باشه و کاتگوری نه و بر اساس ویرگول هم جدا نکن، یه نیو لاین بکن که اینتر بکنه بندازه. خب و بعد حالا اینجا اومدم تایتلش رو درست کردم، تایتلش رو خودتون درست کنین. این فاصله رو به صورت پیش فرض گذاشته، اگه من بخوام فاصله ها رو تنظیم کنم و زاویه پایمو میتونم اینجا این زوایا رو تغییر بدم به صورتی که میخوام، مثلا اینجا اینطوری میذارم، ولی چون نمودارم بعدن تغییر میکنه زیاد نمیتونیم پیش بینی کنیم که الان در حال حاضر میتونیم پیش بینی کنیم. خب که الان اینطوری بهتر داره نشون میده به نظر خودم، یه ذره فاصله ها رو از این طریق زیاد میکنیم، الان کمتر میکنم. بعد حالا میایم مثلا بوردر واسش میذاریم. خب بعد به نظرم همینجا الان مناسب هستش، فقط اینجا آره به همین صورتش. بعد این فقط کلن روی فونتشو اینا مانوف میدیم، مثلا بولدش میکنیم، رنگ فونتشو میکنم مثلا قرمز و تایتلش هم میکنم چی؟ مجموع ساعت کار کرده واحد ها به جز معمولیه. حالا دیگه اینو خودتون بنویسیم مجموع ساعت ها.
کار کرده واحد. خب بعد اینم کوچیک میکنم اینجا، البته ناکنیم بوردر اینا داره، بوردرش رو ور میدارم، فیلش هم نو فیل میکنم. خب یه مقدارم کوچیک ترش میکنم، این زیاد کوچیک شد، بزرگترش میکنم. خب الان مناسب، یه ذره این ارتفاعش هم بیشتر، این خود اینجا رو میتونم مثلا از اینجا هم یه مقدار مثلا بگیرم، کوچیک و بزرگش هم انجام بدم. حالا یا اینکه مثلا یه دونه لیبل هم رو بگیرم بیارم این برتر، بگم آقای تو این بر باش باشه، آخه خط هم میندازه، حتی میتونم یا اینجا آتلاین این رو مشکی کنم که نشون بده، یا همونطوری باشه خطش رو برداشته بود. خب بعدی چه نموداری هست؟ زمان کار کرد بر اساس نوع شغل. این یه ذره رفته اون برتر، اینو میکشم بر. خب بیایم توی پیوت تیبل بعدیمون اینزرت کنیم. خب بعدی این یکی، اینم دو سطحیه، به خاطر همین توجه داشته باشین. اینزرت میکنم پیوت چارت، به صورت ستونی هم نشون داده بودم دیگه، اوکی میکنم، همینو کات میکنم. خب میام اینجا، خب درست آوردم همون نمودار میخواستم، فکر کنم توی یک واحد، نه من اشتباه آوردم، این یکی نمودار رو کشیدیم. آره میانگی زمان کار کرد بر اساس رتبه، این پایین تر، آره این کشیده بودیم. خب شما، من سریع انجام میدم، اومدم پایین این گذاشتم، بعد اومدم اینجا مقدار اول از همه اینو برمیدارم، هاید آف این توتال رو برمیدارم، بعد کوچیکش میکنم میارم بالا، بعد اینا رو فارسی میکنیم بر اساس همونی که بهتون نشون دادم، زیاد لازم نیست. بعد میام اینجا فرمتش رو مثلا بر اساس اون رنگ دلخواهی که دارم، آفلانش درست رنگ دلخواهی که دارم و نوعی که میخوام مثلا کدوم انتخاب بکنیم که این مثلا قشنگه. خب اینا رو هم بر میدارم، ببین اصلا خط کشش رو من نمیخوام، قشنگتر اینطوری. تایتلش رو خودتون بعدا بنویسین، اینا رو هم اینو پاک نمی کنم که بعدا بنویسین خودتون، بی تیتر میکنم. خب این خطوط هم بر میدارم، اینا رو هم مشکی میکنم. خب ناکنین اینجا الان 1 2 3 4 رو که داره فارسی نشون میده، من قبلا اومده بودم توی پیوت تیبلم تو اینجا، خب کلیک راست کرده بودم، فیلد سیتینگ رو زده بودم، نامبرینگ فرمت اومده بودم، این فرمت رو واسهش انتخاب کرده بودم. و شما نمیتونین الان توی این نمودار فرمت رو تغییر بدین، میخوام بگم این سطح دومه، وقتی که سطح دوم هستش شما برین تو تیبل خودتون اونجا اینو تغییر بدین. سطح اول دو سطحی بود اصلا، چون نمیفهمه کدوم سطح رو باید فارسی کنه. خب لیبل هم واسش قرار میدم توی دیزاین، یه لیبل واسش میذاریم، لیبل همین بالا، این نمودار ساده بود. اینجا هم حالا فرمتش رو میام درست میکنم که خودتون حالا یه وارد شدین چجوری این کار رو انجام میدین. تایم هستش. خب این هم از این نمودار، یکم هم از این ور کوچیک‌ترش میکنم. خب اینجا هم حالا بریم، من دوست ندارم واقعا یه چیز زشت باشه، این باعث زشتی شده بود اینجا. مجموعه کرد و اساس جایگاه شد. خب و رتبه، بریم نمودار بعدی. نمودار بعدی کدوم میشه؟ این نمودار زمان کار کرد بر اساس نوع شغل. خب بریم اینجا ریپورتز، بر اساس نوع شغل دیگه. آره این یکی بود، این آخریه بودش، من حالا اشتباه کردم. حالا اینزرت میکنیم، اینم پیوت چارت. خب ناکنین اینو اوکی میکنم، خودش تشخیص داده که کدوم ها چجوری هستن، اگه تشخیص نداد
البته توی پیبو چارتس ها تشخیص میده، این نمودار معمولی نیستش که بگم تشخیص نمیده، نه تشخیص میده. و ما هم نمیتونیم بیایم اینجا توی دیزاین سلکت دیتا کنیم، ناکنی خاموشه، فقط میتونیم سویچ کنیم. چون پیوت هستش بر اساس نوعی که شما تیبلتون رو ساختین خودش قشنگ تشخیص میده که چی به چی هستش، به خاطر همین خیلی راحته. خب من اینا رو همه رو هاید میکنم، اینا رو هم برمیدارم. فقط چیزی که هستش ناکنیم، من گفتم کدوم یکی از اینها ساعتی است، لژند باید باشه. خب که تشخیص بدیم کدوم ساعتی است کدوم ساعتی نیست دیگه، میام یه لژند بسش توی این پایین قرار میدم. خب که الان تشخیص میدیم هر رنگ مربوط به کدوم نوع کار هست و کدوم باید. فقط اینا رو دیگه برمیدارم بسش دوباره لیبل میذارم، لیبل واضح تره، دقیقا میاد رو هر کدوم نشون میده که کدوم یکی کجا هستش. خودتون حالا لیبل رو اد کنم، فقط من میخوام این وسطشون خب مشخص بشه. میتونم بیام اینجا، خودش یه دونه حالت استایل جالبی داره، از همون استایل استفاده بکنم و اینو نشون بده. فقط یه دونه تایتل واسش بذاریم. خب مجموعه کار کرد بر اساس واحد و نوع کار. خب مقایسه کردم تو هر واحد اونایی که پاره وقت بودن چقدر بودن، ساعتی بودن یا تمام وقت بودن، چقدر در سازمان کار کردن. مثلا واسه ساعتی ها خیلی مناسبه که ببینیم ساعتی ها چقدر هستن، اونا چقدر هستن. حالا من میام اینجا فرمت آتلاین قبلی رو برنداشتم، آتلاینشون رو برمیدارم، این هم میام فرمت و آتلاینش رو برمیدارم و فیلش هم نو فیل میکنم. خب اینا هم خودتون بعدن فارسی کنید و بی نازنین یا بی تیتر، درسته؟ خب و اما آخرین نموداری که داشتیم اینم میتونیم یه مقدار کوچیک‌تر کنیم که اینم جا بشه. بریم آخرین نمودار. خب توی چه نموداری داشتیم؟ این نمودار میانگین زمان تحلیل، اینم اومدم بر اساس مستطیلی و مسطحی کشیدم. خب اینم کاری نداره دیگه، خودتون یاد گرفتین دیگه، من فقط سریع میکشمش مثلا قبلی ها. میام توی ریپورت، میام اینجا یه اینزرت میکنم، پیوت چارتم رو اوکی میکنم، کات میکنم، میام اینجا پیستش میکنم، کوچیکش هم میکنم. خب اول اینا رو هاید میکنم، خب لژندشونم میندازم اون بالاش توی دیزاین لژند، لژند رو میندازم کل لژند، لژند بالا باشه و یکم بزرگش میکنم تا اینجا. و بعد حالا میام اینجا انتخاب میکنم که مثلا تعداد تأخیرات چون تعداد هست به صورت سکندری باشه. بعد که سکندری چینج تایپش رو میکنم، سکندری تیکش خورده، تعداد رو میکنم به صورت سطحی. خب و بعد اینم اوکی میکنم. حالا میتونیم ظاهرش رو درست کنیم که این رو میذارم به عهده خودتون. فقط بیاییم اینجا، اینم اکس آپشنز، اینم نان کنم، درسته که اینم معلوم نباشه، این معلوم باشه به خاطر اینکه به تعداد مربوطه و اگه دوتا لیبل بذاریم یه مقدار گنگ میشه. خب امیدوارم که از این جلسه هم استفاده کامل رو کرده باشیم و بتونین یک داشبورد خوبی رو تهیه کنیم. ببینید من سری چه داشبوردی رو تونستم از طریق پیوت چارت ها بکشم، شما هم به همون سری. من اگه 2 دقیقه دیگه وقت میذاشتم میتونستم ظاهرش هم به همون قشنگی و زیبایی بکنم. شما هم اگه وقت بذارین و مثلا این کار رو 1-2 بار باسه خودتون انجام بدین به همین سرعت من هم میرسین که بعداً با یه چنین سرعتی بتونین داشبورد هایی رو تهیه کنین و گزارشات مناسبی رو بدین. خب امیدوارم که استفاده کامل رو کرده باشین و مفید بوده باشه واسه تون. در جلسه بعد که
میخوایم وارد مبحث دیولوپر بشیم و چیکار بکنیم. بیایم اینجا توی اکسل قبلیمون میخوایم کد بنویسیم. خب البته اول با تب دیولوپر و ماکرو آشنا میشیم و بعد میایم کدی رو مینویسیم که یک شخصی که داره دیتا انتری میکنه دیگه مستقیم نیاد اینجا وقتی که هزار خورده دیتا وارد کرده اینه بکشه پایین هر دفعه بگه خب حالا نفر بعدی کیه، بیاد اینجا تایپ بکنه بعد بره پایین. میخوام اینطور نباشه، میخوام فقط از این فرم استفاده کنه، بیاد اینجا شماره پرسنلی رو انتخاب بکنه، نوع ورودش رو انتخاب بکنه، ساعت هم واسش بزنه و یه ثبت اطلاعات بکنه و اگر درست نزد پاک کنه و اگر دیگه خیلی خواستش تغییرات بده اون وقت بره توی دیتا تیبل هم تغییرات اعمال کنه. پس ما تو جلسه بعد میایم با تب دیولوپر که اینجا هست آشنا میشیم، با ماکروها آشنا میشیم و در جلسه بعدیش یه مقدار وی بی ای کار میکنیم و با وی بی ای آشنا خواهیم شد. امیدوارم که موفق باشین و استفاده برده باشین. متشکرم ازتون. خدا نگهدار.